یه زوج میخوان یه خونه بخرن که این موضوع تبدیل به بزرگترین کابوس زندگیشون میشه. چند وقت بعد یه بچه فضایی عجیب جلوی در خونهشون پیدا میشه و اونا مجبور به بزرگ کردن این بچه میشن. این بچه کی و اونا توی چه محلی گیر کردن؟ تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش، پس مواظب باشید. سلام سلام صد سلام، امروز فیلم خیلی عجیب دارم براتون که بعد از دیدنش به زمین و زمان شک میکنید. خلاصه بهتون بگم اگه که تازه ازدواج کردید و قصد خونه خریدن دارید، برید شما این فیلم رو نبینید. فیلم با نشون دادن قسمتی از آغاز زندگی کبوتر جنگلی ها شروع میشه. کبوترهای جنگلی تخمشون رو توی لونه پرنده های دیگه میذارن و وقتی که بچه‌هاشون از تخم میان بیرون، جوجه اصلی رو از لونه بیرون میکنن و خودشون رو جای اون جا میزنن تا پرنده مادر بهشون غذا بده. و تو طول چند ماه از خود پرنده مادر بزرگتر میشن و پدر پرنده مادر رو هم در میارن. اینا تخم پرنده نیستن که لامصب، تخم سگن. خلاصه بریم سراغ فیلم که قرار همچین نمونه سبک زندگی رو بین انسان‌ها هم ببینیم. جمای معلم پیشتابستانی و یکی از روزای دختری رو میبینه که توی حیاط زیر درخت وایساده و به دو تا جوجه گنجش که مردن زل میزنه. جما هم به دختره میگه اشکال نداره، قانون طبیعت دیگه. خدا رو شکر که توی ایران به دنیا نیومدی. همونجا دوست پسر جما یعنی تام که توی همون پیشتابستان باغبون هستش، از بالای درخت میاد پایین و دو تایی برای اینکه دختره رو خوشحال کنن، جوجه های گنجشکا رو خاک میکنن. بعد از اون وسایلشون رو مینازن توی ماشین رو میرن. این بنده خدا هم از دار دنیا یه ماشین بیشتر ندارن، دنبال زامنن تا شب بتونن وام ازدواج بگیرن طبق معمول. با این حال به آینده امیدوارن و دنبال خونه میگردن. یکی از روزا بعد از کار این زوج جوان وارد املاکی میشن و به یاروی عجیب غریب به اسم مارتین ملاقات میکنن. مارتین میگه که یه خونه توی طرح جدید مسکونی به اسم یاندر سراغ داره که همسایه‌هاش خیلی مهربونن و خلاصه معتاد پعتاد اونورا پیدا نمیشه فلان و بهمان. جما و تام میگن که تمایلی به اون خونه ندارن و مارتین میگه حالا بیاید بریم خونه رو ببینیم، خدا رو چه دیدید، شاید به دلتون این خونه نشسته. خلاصه سه نفری با ماشین میرن توی اون منطقه مسکونی و میبینن که کل خونه ها یه طرح هستن، دقیقا مثل همدیگه، یعنی مو نمیزنن ها. به شدت هم ساکت و سگ پر نمیزنه. البته اینو نمیدونم جملهشو درست گفتم یا نه، سگ پر نمیزنه. فکر کنم بنای اینجا اساسا وسواس داشته. مارتین جما و تیم رو توی خونه پلاک 9 پیاده میکنه و خونه رو بهشون نشون میده، ولی با این حال زوج قصه ما از اون خونه خوششون نمیاد و میخوان این قضیه رو به مارتین بگن که میبینن که مارتین رفته. جما و تیم از این رفتار مارتین ناراحت میشن و کلا بیخیال خونه میشن و میخوان برن، ولی هرچقدر که میرن دوباره میرسن جای اولشون، دقیقاً روبروی خونه پلاک 9، انگار که هیچ چیزی نمیخواد که اونجا رو ترک کنن. بعد از بارها و بارها دور زدن، بنزین ماشین تموم میشه و گوشیاشون دیگه آنتن نمیده، پس مجبور میشن که شب رو توی خونه پلاک 9 بمونن و با غذایی که داخل یخچاله خودشون رو سیر نگه دارن، ولی به طرز عجیبی تمام غذا بیمزه هستن. صبح فرداش تام یه پلکان پیدا میکنه و میخواد که باهاش بره روی سقف تا ببینه که باید چه خاکی به سرشون بریزن، ولی وقتی که میره بالا میبینه که هزاران خونه همینطور پشت سر هم چیده شدن و تا جایی که چشم کار میکنه فقط خونه است. بدون داشتن راه دیگه جما و تام خورشید رو دنبال میکنن تا شاید بتونن که از یاندر خارج بشن و تقریبا بعد از یک روز کامل پیاده روی میرسن به یه خونه که چراغاش روشن هستش و با کله میریزن تو و فکر میکنن که یه خانواده دیگه هم مثل اونا اونجا زندگی میکنن، ولی خوشحالیشون تبدیل به ناامیدی میشه وقتی که میبینن دوباره رسیدن به خونه پلاک 9. همینطوری به اندازه کافی قضیه عجیب بودش. حالا جعبه هم دم در ظاهر میشه و وقتی که بازش میکنن یه سری مواد غذایی و کنسروی و اینا رو میبینن که برای زنده موندنشون لازم دارن. یعنی لامصب این غذاها رو میبینه و این خونه رو میبینه، آدم یاد زندگی دانشجوییش میفته. تام که همینطور داره وزیر مسکن آمریکا رو فوشکش میکنه، خونه رو آتیش میزنه و دو نفری با هم دیگه لب جدول میشینن تا یه شاید فرجی بشه و همونجا خوابشون میبره. صبح روز بعد به طرز پشمریزونی خونه سالم و سر حال جلو روشون هستش و یه خط هم روش نیفتاده لامصب. حالا یه جعبه هم روبروشونه که داخلش یه نوزاد با یه نوشته هستش که میگه که بچه رو بزرگ کنی تا خلاص بشی. این بنده خدا بدون قرمه سبزی خوردن بابا هم شدش. با این حال دیگه چاره ای ندارن و جما و تام مجبور میشن که بچه رو بزرگ کنن. بعد از 98 روز بچه به اندازه یه پسر 7 ساله بزرگ میشه و هر موقعی که از چیزی ناراحت جیغ و داد میکنه و کل روز رو اذیتشون میکنه. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. از نتیجه این زندگی پر از بدبختی تام و جما هر روز ضعیفتر و ضعیفتر میشن و هم از لحاظ ذهنی و فیزیکی هم دارن ضعف میرن. خلاصه روزانه براشون با جعبه غذا میاد و شبها آشغالا رو میذارن توی همون جعبه و صبح که بیدار میشن میبینن آشغالا نیستن اصلا. یکی از روزا تام از بچه میپرسه توی داری آشغالا رو برمیداری میبری؟ و بچه جوابش رو نمیده. پس تام شب و روز رو میشینه توی حیاط تا ببینه که جعبه غذا چطور ناپدید میشه، ولی هیچ اتفاقی نمیافته. جعبه همینطور یهویی میره و میاد. خیلی تصادفی تام یکی از سیگارهاش رو میندازه رو چمن حیاط و متوجه میشه که خاک خونه، خاک مصنوعی و انگار که از این خمیرای بازیه. پس مشغول کندنش میشه.
کندن به تام حس هدف داشتن میده و از اون روز به بعد تام از 5 صبح تا بوق سگ رو فقط میکنه و میکنه. به خاطر همین کمتر با جما حرف میزنه و کم کم این دو نفر از هم دیگه دور و دورتر میشن. یکی از روزا جما نشسته کف اتاقو داره بازی کردن بچه رو تماشا میکنه تا اینکه بچه تلویزیون رو روشن میکنه و تصاویر عجیب و غریبی از تلویزیون نشون داده میشه که هر کسی این تصاویر رو ببینه توهم میزنه تا 3 شب خوابش نمیبره. ولی به نظر میاد که بچه ازش بدش نیومد و انگار داره بنتن تماشا میکنه. زمان ما عمو پورنگ نشون میداد این شدیم. حالا خدا به خیر کنه این بنده خدا رو چی ازش در بیاد. بعد از اینکه کل روز رو تام مشغول کندنه، همراه با جما میشینن داخل ماشین و تام میگه تنها چیزی که تو این وضعیت به نظرش واقعی میاد همین ماشینه است. بعد از کمی حرف زدن تعریف از دوران خدمتش و اینکه چطوری به افسر پادگان سیلی زده، تام اشتباهی دستش میخوره به رادیو و مستی پخش میشه. به به، این دو نفرم که خیلی وقت از دنیای واقعی دورن، پیاده میشن و میرقصن و بعد از مدت طولانی دوباره خوشحالن. حتی پسرم میاد بهشون ملحق میشه، ولی تام میگیردش و میکوبدش زمین. ای جان دلم خنک شد. اصلا لامصب صدای این پسر توی فیلم میشنوی تا یه هفته خوابت نمیبره. جما میره بالا سر بچه ولی به طرز عجیبی میبینه که هیچ چیش نشده. توی صحنه بعدی جما رو میبینیم که داره بچه رو میخوابونه و براش توضیح میده که چرا اون و تام نمیتونن همیشه با هم دیگه باشن. وقتی که جما میخواد بره بچه بهش میگه مامان، بعد جما بهش میگه من مامانت نیستم تخم جن. این حرف پسر رو عصبانی میکنه و از ته دلش جیغ میکشه. جما بهش میگه خفه خون مرگ بگیر. بعد از اون اینه که پسر آروم بشو نیستش و میذاره میره. جما انگاری که دلش حواس قرمه سبزی کرد و میره تا با تام یه کمی اسب سواری کنه. حالا قرمه سبزی و اسب سواری ربطشون به هم دیگه چی بود من نمیدونم. ولی تام معذرت خواهی میکنه، میگه حس اسب سواری ندارم جان تو. بلند شو مد، آدم نعمت خدا رو اینجوری هیفون ول میکنه آخه. روز بعد بچه وارد اتاقشون میشه و با جیغ زدن بیدارشون میکنه. بعد همه با هم دیگه صبحونه میخورن و تام مشغول کندن میشه تا اینکه یه صدای از کف سوراخ میشنوه. همون شب تام با همون صدا از خواب بیدار میشه و میفهمه که پسر تلویزیون رو روشن کرده و صدا از اونجا میادش. تام تلویزیون رو خاموش میکنه و میخواد بره که کپه مرگش رو بذاره، ولی پسر دوباره تلویزیون رو روشن میکنه. یعنی من دوتا گلوله داشتم، بین هیتلر و این میخواستم یکی رو انتخاب بکنم، این پسر رو میزدم، اونم دوبار. جما هم میخواد دوباره تلویزیون رو خاموش کنه و تام میگه ولش کن بیا بریم بخوابیم. صبح فرداش بچه دوباره جیغ و داد میکنه تا صابونش رو آماده کنن. بعد تام دیگه طاقتش تموم میشه. تام بچه رو میندازه توی ماشین و درش رو قفل میکنه. وقتی که جما میخواد به بچه کمک کنه، تام جلوش رو میگیره و میگه که دیگه نمیذارم به بچه کمک کنی. با این حال جما با شنیدن گریه بچه طاقت نمیاره و با دزدیدن سویچ ماشین بچه رو آزاد میکنه. این اتفاق باعث میشه که جما و تام با هم دیگه سردتر بشن و از اون روز به بعد جما بیشتر وقتش رو با پسره میگذرونه، چون که اون تنها چیزیه که باعث میشه که حالش بهتر بشه. یکی از روزا پسره غیب میشه و جما همه جا رو به دنبالش میگرده. شب که میشه پسره با دفترچه برمیگرده و توی دفترچه پر از عکس‌ها و نوشته‌های عجیب غریب که غیر قابل خوندنن. جما بهش میگه که کینو بد داده، ولی پسره جوابش رو نمیده. جما میگه خب حداقل اداشو در بیار ببینم کی هستش. پسره موافقت میکنه و با پف کردن حنجرش یه صدای عجیب و غریب در میاره. جما با دیدن این صحنه میزنه زیر گریه و از عجیب غریب بودن پسره حالش بد شده. جما میگه که میخواد بره خونه، ولی پسره میگه که اینجا خونه است دیگه، چی میگی ماما؟ 98 روز دیگه میگذره و پسره الان تبدیل به این مرد 20 خورده ساله شده. جما به تام میگه که بعد بچه‌ها رو میکشن همون اولش. عجبا خودت کونت میخورد از همون اول نذاشتی یا الان شد دیگه بعد میکشتش دیگه. با این حال هر دو نفر مخصوصا تام خیلی ضعیف‌تر شدن و دیگه زورشون بهش نمیرسه. حالا که متوجه میشن که وقت زیادی براشون نمونده، جما به خودش میاد و یکی از روزا پسره رو دنبال میکنه و میخواد ببینه که کجا میره تا شاید راه خروجی پیدا کردش، ولی توی راه گمش میکنه. از اون طرف تام بعد از تلاشای فراوان برای کندن گودال یه جسد پوسیده پیدا میکنه و با وحشت از گودال خارج میشه. این همه کند من گفتم تهش به چای نفتی چیزی برسه لابد. همون لحظه تام صدای فریاد جما رو میشنوه که ازش کمک میخواد. تام هم داد میزنه و دو نفر بالاخره همدیگه رو پیدا میکنن. بعد از این میخوام برن داخل خونه و یه چای احمدی چیزی دم کنن بخورن با هم دیگه، ولی پسر در قفل کرده. در نتیجه جما و تام شب رو توی ماشین میگذرونن و اوضاع برای چند روزی به همین منوال بدون آب و غذا میگذره. یکی از روزا جما در خونه رو میزنه و وقتی که پسر میاد بیرون ازش میخواد که به تام کمک کنه، ولی پسر میگه که دیگه وقت تام شده که آزاد بشه. همون شب تام و جما کنار پیاده رو توی آغوش همدیگه درباره روزهای اول نامزدیشون حرف میزنن و تام فوت میکنه بنده خدا. پسر از راه میرسه و یه کیف دستش از این کیفا که میشه توش جسد رو قرار داد.
و میده دست جما و جما تام رو میذاره داخلش و میندازنش توی همون سوراخی که تام کنده بود. بنده خدا این همه وقت فقط داشتش قبر خودش رو میکند. ناگهان جما عصبانی میشه و میخواد که با کلنگ تام به پسر حمله کنه، ولی فقط موفق میشه که زخمیش کنه. پسر هم یه صدای عجیب غریبی در میاره و جدول رو بلند میکنه و میره داخلش. لامصب انگار داشت فرش بلند میکرد. جما ناامید نمیشه و دنبالش میکنه. وارد هزار توی رنگارنگ میشه و زوجهای دیگه‌ای رو میبینه که دارن همون پسر رو بزرگ میکنن. و همه هم آخرش بنده خدا میمیرن. آخر سر جما سر از خونه پلاک 9 دوباره در میاره و چشماش رو میبنده تا در آرامش بمیره و سقط بشه. و آخرین چیزی که یادش میاد قیافه پسرای کثافت و بوزینه است که داره میذاردش داخل همون بادی بگه یا همون کیفی که برای بدن هستش. و بهش میگه که وظیفه یک مادر اینه که بچه رو بزرگ کنه و آخرش هم بمیره. ای کثافت. پسر جما رو میندازه داخل همون گودالی که دوباره تام کنده بود و پرش میکنه. سر آخر خونه رو با رنگ و تعمیر برمیگردونه به حالت اولش و با پر کردن باک ماشین از یاندر خارج میشه و برمیگرده به همون املاکی که مارتین توش بودش. میبینیم که مارتین پیر شده و پسر اسم مارتین رو از لباسش میکنه و به لباس خودش وصل میکنه. بعد از اون مارتین رو مثل جما و تام میذاره توی کیسه و میندازدش آشغالدونی. آخر فیلم هم یه زوج جوان دیگه وارد املاکی میشن و مارتین جدید آماده است که یه خونه جدید بهشون بفروشه، اینا رو هم به فاک فنا ببره. نمیدونم برای نتیجه گیری آخر این فیلم تقصیر رو بندازم گردن این املاکی‌ها، کبوتر جنگلی یا بچه‌های کوچیک نقنقو یا وزیر مسکن. تصمیمشون میذارم با خودتون تصمیم بگیرین تقصیر کی بودیم بسات. من که نفهمیدم. حالا بریم و براتون داستان اصلا تعریف کنم، ببینید که داستان چی بودش. من یه مقاله راجع به این فیلم خوندم فقط برای اینکه بتونم داستانش رو براتون توضیح بدم که این حرفای کارگردان داستان رو توضیح میده برام. اول اینکه این املاکی‌ها یه سری آدم فضایی یا بیگانه هستن، حالا هرچی میخواین اسمش رو بذارید روش. و اینکه تلاششون اینه که دقیقاً مثل ما فقط زنده بمونن و زندگی کنن و بقا داشته باشن. و از اونجایی که فضاییان انسان‌ها رو مطالعه کردن و پیش خودشون فکر کردن که انسان‌ها چه چیزی دوست دارن و اونم این بوده که یه خونه خوب، یه باغچه بزرگ، محله ساکت و دوست داشتنی. و خلاصه بر اساس باورهای خودشون این خونه‌ها رو ساختن، ولی این خونه‌ها همشون یه چیزی کم داره و اونم اون حس با روح بودنه. علف‌ها سبزی و روح ندارن، خورشید انگار مصنوعی و نورش هم مصنوعیه، غذا و مزه‌ای ندارن و خلاصه همه چیز بی‌روحه. حالا اون تلویزیون نشونه این بودش که بچه داشت راه و رسم این موجودات فضایی رو یاد میگرفت. و توش اگه نگاه کنید لباس بچه و تلویزیون همش سیاه سفیده و رنگ نداره. از طرف این فیلم به دنیای واقعی هم مرتبط میشه و به این اشاره میکنه که پدر مادرها این دور زمونه اجازه میدن بچهشون هر چیزی نگاه کنه و اصلا با اون چیزی که پخش میشه بیگانه هستن و نمیفهمن که داره بچه چه چیزی نگاه میکنن و ممکنه که چه اثراتی روی بچهشون داشته باشه. و برای همینم هم پدر مادر توی این فیلم اصلا نفهمیدن که جریان اون چیزا توی تلویزیون چیه. حالا اینکه یاندر کجا واقع شده، کارگردان میگه که توی جهان موازیه و از یه خطی که با ماشینشون میگذرن وارد این دنیای موازی میشن و هیچ کدوم از زوجایی که اونجان از وجود زوجای دیگه باخبر نیستن که توی دنیای واقعی هم به خاطر پیشرفت تکنولوژی همچین شرایطی داره پیش میاد. حالا اونجا که جما میره پایین و زوجای دیگه رو میبینه، این اتفاق نباید میافتاد چون که بدن جما برای این موضوع ساخته نشده بود که توی بعدهای مختلف سفر کنن. اون موفق میشه که جهانهای موازی دیگه و زوجهای دیگه رو ببینه و از اونجایی که بدنش برای این موضوع ساخته نشده بوده میمیره آخر سرش. سوال پرسیده میشه که چرا حال تام خراب میشه. اون هر شب خاکی رو تنفس میکنه که باعث مریض شدنش میشه. از طرف هیچ چیزی واقعی نیستش و روح نداره، برای همین اون کم کم مریض میشه و میمیره. در کل فیلم میخواد بگه زندگی ما خیلی تخمی شده و این ایزوله شدن زندگیامون و ماشینی شدن خوب نیستش. و از طرف اینکه میخواد ما رو بترسونه، فیلم ترسناک دیگه، از قطع کردن درخت‌ها و اینکه آیا انسان‌ها میتونن توی شرایطی که شبیه به واقعیته اما واقعیت نیست و در اصل مثل یک کاتالوگ میمونه زنده بمونن یا نه. خیلی معانی و پشت فیلم نهفته هستش. حالا هر جور شما دوست دارید برداشت کنید. امیدوارم که از فیلم لذت برده باشید. لایک و کامنت فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعد. بای بای.